Hi there again guys, welcome back to another video from Zabonika. I hope you are doing great. حالتون چطوره رفقای من؟ خیلی خوش اومدین به این ویدیوی دیگه از چنل خودتون زبانیکا. Today we want to watch some videos and clips with each other and try to find some great words, some great phrasal verbs with each other. Let's hear the first clip with each other. Assessing every threat. امروز اومدیم با هم دیگه سر بزنیم به چند تا ویدیو و کلیپ بامزه و سعی کنیم از توشون کلمه ها و فریزال وربای خوب پرکتیکال کاربردی و جالبی رو پیدا بکنیم که امیدوارم لذت ببرین ازش. یاد نری که مثل همیشه اگه ویدیو رو دوست داشتی حتما ویدیو رو لایک کن، چنل رو به خاطر حمایت از ما حتما سابسکرایب کن، ویدیو برای رفقات بفرست که اونا اگه دوست داشتن به جمع خانوادمون اضافه بشن. یاد نری که میتونی حتما زنگوله کنار دکمه سابسکرایب رو بزنی که هر دفعه ویدیو گذاشتیم تو اولین نفری باشی که از این موضوع باخبر میشی. متشکرم ازت و مهمتر از همه چیز یاد نره اگر دوست داشتی تو کلاس‌های خصوصی زبانیکا یا کلاس‌های فری دیسکشنمون شرکت بکنی که بسیار بسیار کلاس‌های خوب با جو مثبتی هستن و با بچه‌ها جمع میشیم، راجع به موضوعات مختلف صحبت میکنیم، به انگلیسی و کلمات و لغات متفاوتی رو با هم دیگه یاد میگیریم، حتما به راه‌های ارتباطی که این زیر میاد پیام بده و باشون در ارتباط باش. متشکرم ازت. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو و لتس گو. Let's hear the first clip with each other. بریم با هم دیگه کلیپ اولو بشنویم و ببینیم چی میشنویم. Assessing every threat. Assessing every threat. Assessing every threat. She said assessing every threat. What is the meaning of assess? It's a verb and the meaning is evaluate. به معنی ارزیابی کردن یک چیزی. It means to judge or decide the amount, value, quality or importance of something. به معنی اینه که قضاوت بکنی یا تصمیم بگیری در مورد مقدار، ارزش، کیفیت یا اهمیت چیزی. یعنی اون چیزو ارزیابی بکنی. میتونی برای سینونیمش بگیم evaluate. به معنی ارزیابی کردن، تعیین کردن. بیا ازش مثال ببینیم. میگه the insurers will need to assess the flood damage. میگه بیمه‌گرها نیاز دارن و نیاز خواهند داشت که بتونن ارزیابی بکنند خسارات ناشی از سیل رو. The insurers will need to assess the flood damage. برای مثال بعدی میگه exams are not the only means of assessing a student's ability. میگه امتحان‌ها تنها راه و روش و در واقع میزان سنجش و ارزیابی توانایی دانش آموز ها نیستند. So, assess, it's a verb. یک فعل یادمون نره و به معنای ارزیابی کردن یا ارزشیابی کردن یا تعیین کردن چیزی. توی کلیپ چی شنیدیم؟ میگه assessing every threat. میگه هر تهدیدی رو باید ارزیابی بکنیم، باید بررسی بکنیم، باید دقت داشته باشیم روش، هر تهدیدی رو. بریم یه بار دیگه بشنویمش و برگردیم. Assessing every threat. Love is spontaneous, mysterious. Love is spontaneous, mysterious. Love is spontaneous, mysterious. تو کلیپ بعدی چی میگفت؟ She said love is spontaneous, mysterious. Spontaneous یعنی چی؟ It's an adjective، یک صفت اول، صفت spontaneous. The meaning is happening or done in a natural, often sudden way, without any planning or without being forced. وقتی که اتفاق میفته به صورت طبیعی، به صورت خود به خودی و معمولا به صورت یک باره، بدون اطلاع قبلی، بدون اینکه نقشه‌ای براش کشیده باشیم، بدون اینکه مجبورش کرده باشیم، میتونیم از صفت spontaneous استفاده بکنیم. به معنای خود به خودی، چیزی که بر پایه طبیعت خودش اتفاق میفته، طرح و نقشه قبلی براش نداریم، خود به خود اون موضوع اتفاق میفته. حالا ازش مثال ببینیم. میگه his reaction was spontaneous rather than intentional. میگه ریاکشن او، بازخورد او نسبت به اون موضوع کاملا خود به خودی بود و نه از روی قصد و غرض قبلی یا عمدی نبود، کاملا spontaneous بود،
خود به خودی بود، intentional نبود. یا تو مثال بعدی میگه his jokes seemed spontaneous، میگه جوکای اون و لطیفه هایی که میگه به نظر میومد که خود به خودی باشن، طبیعی باشن، بدون برنامه ریزی قبلی باشن و در لحظه اتفاق میفتند. But were in fact carefully prepared beforehand. اما اینو ما میدونیم که او به دقت اونا رو از قبل و از قبل از اینکه اونجا قرار بگیره آماده میکرده. پس توی کلیپ چی میگفت؟ میگفت love، جمله جالبی میگه، جمله باحالی میگه، میگه love is spontaneous، میگه عشق یک مفهوم خود به خودیه که ناخودآگاه خود به خودی و بدون در واقع اطلاع قبلی اتفاق میفته، بدون برنامه قبلی اتفاق میفته و spontaneous. و در ادامهش میگه mysterious، رمزآلوده. بریم یه بار دیگه بشنویمش و برگردیم. Love is spontaneous, mysterious. Be a little more assertive. Be a little more assertive. Be a little more assertive. What have we heard in the next clip? He said, be a little more assertive. What is the meaning of assertive? It's an adjective, یک صفته, and the meaning is someone who is assertive. کسی که این صفت رو داره، این کوالیتی رو داره، behaves confidently، با اعتماد به نفس رفتار میکنه، and is not frightened to say what they want or believe، و از این نمیترسه که بگه چی به ذهنش اومده یا به چه چیزی باور داره، نمیترسه و با اعتماد به نفس حرفشو میزنه. کسی که این صفت assertive رو داره. ازش مثال ببینیم. میگه if you really want the promotion، میگه اگه واقعا اون ارتقای شغلی رو میخوای، you will have to be more assertive، تو باید بیشتر از اینها آدم با اعتماد به نفسی باشی، باید بیشتر از اینها بتونی راحت حرفتو بزنی، باید بتونی بیشتر از اینها آدم مدعی باشی. یا تو مثال بعدی میگه he defended his actions so assertively that everyone thought he was right. میگه او دفاع کرد از اکشن ها و کارها و رفتارهاش انقدر با اعتماد به نفس و با حالت مدعی و ادعا کننده که همگان فکر کردن که او درست میگفت. انقدر با این صفت assertive بودنش همه رو تحت تاثیر قرار داده بود که همه فکر کردن راست میگه، با اعتماد به نفس حرفشو میزده و جوری رفتار میکرده که انگار داره حقیقت رو میگه و نمیترسید از اظهار نظرش. توی کلیپ چی میگفت؟ میگفت be a little more assertive، میگفت یکم جسورتر باش، شجاعتر باش، ادعا کننده تر باش. همه این معانی رو میتونیم برای این صفت در نظر بگیریم، assertive. بریم یه بار دیگه بشنویمش و برگردیم. Be a little more assertive. توی کلیپ بعدیش میگفت let's just rehearse. What is the meaning of rehearse? It's a verb، یک فعله. The meaning is to practice a play، a piece of music or etc. in order to prepare it for public performance. میگه برای اینکه تمرین بکنی یک نمایش رو یا یک قطعه موسیقی رو یا هر چیزی از این دست رو، به خاطر اینکه in order to، برای اینکه آماده بشی بیشتر از قبل برای یک اجرای دست جمعی، یک اجرای عمومی. میتونیم بهش بگیم تمرین کردن و تکرار کردن یک موضوعی یا یک چیزی. ازش مثال ببینیم. میگه on her way to her interview، میگه در راه رفتن به مصاحبه کاریش، she silently rehearsed what she would say. میگه او به آرامی در درون خودش تمرین کرد، تکرار کرد آن چیزی که میخواست بگه. یا تو مثال بعدی میگه we rehearsed each scene over and over. میگه ما تمرین کردیم، تکرار کردیم هر صحنه رو بارها و بارها. پس یه وقتی دیدی با خودمون میشینیم یک موضوعی رو که میخواییم بریم یه جای اجرا بکنیم یا میخواییم بریم با یه نفر صحبت کنیم، ما هی با خودمون مرور میکنیم، هی با خودمون تکرارش میکنیم که بتونیم بهتر اون موضوع رو
راجعش صحبت بکنیم و بتونیم بیانش بکنیم، میتونیم برای اون موقع از فعل rehearse استفاده بکنیم. I'm rehearsing my interview text. من دارم تکست و اون اتفاقاتی که توی اینترویو میخوام به کار ببرم رو مثلا راجعشون فکر میکنم، دارم بیشتر راجعش فکر میکنم، دارم تمرینش میکنم. It's just rehearse. I want everyone totally immersed in the production. I want everyone totally immersed in the production. I want everyone totally immersed in the production. توی کلیپ بعدی چی شنیدیم؟ میگه I want everyone، میگه من میخوام که همگان totally immersed in the production. What is the meaning of immersed? It's an adjective. اینم یه صفته. And the meaning is to become completely involved in something. برای اینکه کاملا در یک موضوعی و یک در یک کاری دخیل بشی، یا در یک موضوعی یا در یک اتفاق و کاری کاملا غرق بشی و بتونی در اون کار کاملا حضور داشته باشی. مشارکت 100% در یک موضوع یا غرق شدن در یک کاری به صورت کامل، میتونیم بگیم صفت immersed. ازش مثال ببینیم. میگه he immersed himself in the role completely. میگه او خودش رو غرق کرده، او خودش رو دخیل کرده به صورت کامل در نقشش. یا he let go of all his worries. میگه او اجازه داد که همه اون نگرانی هاش از بین برن. And immersed himself fully in the moment. و خودش رو درگیر کرد، خودش رو غرق کرد کاملا در لحظه و اجازه داد که تمام اون نگرانی ها ازش دور بشن. توی کلیپ چی میگفت؟ میگفت I want everyone، میگه من میخوام که همگان totally immersed in the production، کاملا تمام و کمال درگیر بشن و غرق بشن در تولید. بریم یه بار دیگه بشنیمش و برگردیم. I want everyone totally immersed in the production. Say, don't add anything and don't embellish. Say, don't add anything and don't embellish. Say, don't add anything and don't embellish. What have you heard in the next clip? She said, don't add anything and don't embellish. میگه چیزی به قضیه اضافه نکن and don't embellish. What is the meaning of embellish? It's a verb, یک فعله. The meaning is to make something more beautiful by adding something to it. به معنی اینه که با اضافه کردن یک چیزی به یک موضوعی اونو زیباترش بکنی، انگار تزیینش بکنی، انگار جذابترش بکنی. حالا اون موضوع میتونه یک موضوع فیزیکی باشه یا یک میتونه داستانی باشه. به این معنیش دقت کن. میگه to add or change some details of a story، به معنی که یک سری در واقع دیتیل ها، یک سری جزئیات مختلفی رو اضافه بکنی یا تغییر بدی توی داستانی. سری جزئیات داستانی رو تغییر بدی یا سری جزئیات به داستان اضافه بکنی. Usually to make it more interesting or exciting. معمولا به خاطر اینکه اون رو و اون داستان رو جذابتر بکنی، هیجان انگیز ترش بکنی. حالا میای اون داستان رو embellishش میکنی، میای بهش اطلاعات جدید اضافه میکنی یا اطلاعات رو میای تغییر میدی و اینکه جذابتر بشه. پس embellish میتونه برای تزیین کردن، زیباتر کردن یک چیزی یا یک داستان و روایتی باشه یا یک موضوعی که میخوای برای نفر تعریف بکنی. ازش مثال ببینیم. میگه the ceiling was embellished with flowers. اینجا داره میگه راجب سقف صحبت میکنه. میگه سقف زیبا شده بود، تزیین شده بود، زیباتر شده بود به واسطه استفاده از گل. با گل‌ها سقف رو زیبا کرده بودن، زیباترش کرده بودن. ولی مثال بعدی رو ببین. میگه he couldn't resist embellishing the story of his accident a little. میگه اون اصلا نمیتونست جلوی خودش رو بگیره، مقاومت بکنه از اینکه هی داستانش رو بزرگتر بکنه، عجیب و غریب‌تر بکنه، جذاب‌ترش بکنه، داستان تصادفش رو هی بخواد جذاب‌ترش بکنه. دیدی بعضیا مثلا یه داستان رو روایتی که تعریف میکنن هی بهش اطلاعات اضافه میکنن برای اینکه جذاب‌تر بشه، هی بزرگش میکنن، بستش میدن. شاید اصلا اطلاعات واقعا هم درست نباشه ولی سعی میکنن داستان رو جذاب‌تر بکنن برای شنونده. در اون حالت میتونیم بگیم he is embellishing his story. داره داستانش رو جذاب‌تر میکنه.
more beautiful میکنه. حالا توی ویدیو چی میگفت؟ دختره میگفت ببین داریم یه آقاش حرف بزنی، don't add anything، چیزی به داستان اضافه نکن از خودت، and don't embellish، و سعی نکن که اون رو جذاب ترش بکنی، هیجان انگیز ترش بکنی، برو همون چیزی که بوده رو بهش بگو. بریم یه بار دیگه بهش نگیم شو برگردیم. Say don't add anything and don't embellish. Thank you guys for watching this clip. As always, I hope you have enjoyed it. دمتون گرم رفقای من. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. مثل همیشه یادتون نره که ویدیو رو اگر دوست داشتین حتما لایکش بکنین، چنل رو به خاطر حمایت از ما حتما سابسکرایب کنید و ویدیو برای رفقاتون بفرستین که اونا هم اگه دوست داشتن حتما به جمع خانوادهمون اضافه بشن. دمتون گرم. یاد نره که میتونی زنگوله کنی دکمه سابسکرایب رو بزنی که هر دفعه ویدیو گذاشتیم تو اولین نفری باشی که از این موضوع باخبر میشی. امیدوارم که روزای بسیار خوبی رو سپری بکنید. یاد نره که اگر دوست داشتید کلاس‌های خصوصی زبانیکا یا کلاس‌های فری دیسکشن زبانیکا شرکت بکنی که هر کدومشون بسیار بسیار جو، فضا و کلاس‌های خفن و فوق‌العاده‌ای هستن، میتونی به راه‌های ارتباطی که این زیر میاد پیام بدی و باهاشون در ارتباط باشی. روی تصاویرم نمونه‌هایی از کلاس‌هامون رو داریم می‌بینید. امیدوارم که همیشه عالی باشه براتون. تا ویدیو بعدی، فعلاً.